وقتی که وارد دنیای عکاسی میشیم و کار کردن با دوربین های عکاسی رو یاد میگیریم اولین چیزی که بهمون یاد میدن چیزی هست به اسم مثلث نورسنجی و از قدیم گفتن که مثلث نورسنجی میشه دیافراگ شاتر و آسو توی این ویدیو من میخوام در رابطه با مثلث نورسنجی صحبت بکنم و بگم که همچین چیزی وجود نداره و کاملا اشتباهه که میگیم مثلث نورسنجی ادامه ویدیو رو همراه من باشید با دوربین بهتون نشون میدم و بهتون ثابت میکنم و نظر خودم در انتها بهتون میگم دوستان سلام به ویدیو خودتون خوش اومدید من میسم خادم هستم با یکی دیگه از آموزش های عکاسی در خدمت شما در رابطه با مثلث نورسنجی میخوایم صحبت بکنیم به صورت کاملا عملی پای دوربین بهتون نشون میدم ولی قبلش این توضیح رو میخوام بهتون بدم که به صورت اکادمیک و حالا آموزشگاه ها دانشگاه هایی که در ایران هستند و حتی خارج از ایران اولین چیزی که میگن میگن که نورسنجی یا مثلث نورسنجی این هستش که یک مثلثیه که سه تا زل داره و هر زلش هم میشه دیافراگ شاتر و آسو نکته اینجا هستش که در رابطه با دوربین های دیجیتال همچین چیزی تعریف نمیشه و یه جورایی میشه گفتش که به صورت سنتی وارد شده در دوربین های دیجیتال در واقعیت این نیستش که در آخر ویدیو در انتهای ویدیو واقعیت قضیه رو بهتون میگم شاید بدونید شاید ندونید ولی میتونه بهتون کمک بکنه اول بریم سراغ دوربینمون و با هم یک بررسی اونجا داشته باشیم سه تا عکس میخوام بگیرم و بعد این سه تا عکس رو وارد افزار فتوشاپ بکنیم با هم بررسیش بکنیم و در آخر یک نتیجه گیری کاملا اصولی داشته باشیم و متوجه بشیم که مثلث یه جورایی وجود نداره بریم سراغ دوربینمون خب میخوام یه بررسی براتون انجام بدم و سه تا عکس بگیرم ببینیم با هم یه بررسی داشته باشیم که واقعا آیسو به عنوان یکی از عناصر مهم در نورسنجی ما هستش یا نه طبق گفته ای که از قدیم بوده و همه جا در کلاس های آموزشی عکاسی و خیلی از استادها در مورد این صحبت کردن که چیزی وجود داره به اسم مثلث نورسنجی که یک پایش بر مبنای سرعت شاتر یک پایش بر مبنای دیافراگم و یک پایش هم بر مبنای ISO هستش آیا درسته یا نه و اینو با هم یه تجزیه و تحلیل بکنیم من همین ابتدا بهتون میگم که من ISO رو جزء مثلث نورسنجی در نظر نمیگیرم که در ادامه بهتون ثابت میکنم و توضیحات خودمو میدم بیشتر نورسنجی در دوربین های دیجیتال یک بر مبنای سرعت شاتر هستش دو بر مبنای دیافراگ و از همه مهمتر اینجا هستش مودهای نورسنجی که هر کدوم از اینها میتونه ساختار نورسنجی ما رو تغییر بده که من اثبات هم اینجا انتخاب میکنم که ساده تر هستش بر مبنای اثبات میریم جلو چون میخوام این منطقه تیره رو نورسنجی بکنم و بهتون ثابت بکنم که آس او میتونه از این گزینه حض بشه از سیستم نورسنجی ما میتونه حض بشه خب یه چیزی رو پیشمرز در نظر گرفتم دیافراگم 8 رو انتخاب کردم به عنوان مثال میخوایم از این محصول عکاسی بکنیم و کارفرما به ما گفته که من میخوام اون میدان زیادی داشته باشم که سطح روش کاملا واضح باشه من دیافراگم 8 در نظر گرفتم و بر مبنای نورسنجی که این قسمت داره برای من انجام میده هیستوگرام دقیقا میبینید که به این شکل هستش در یک ویدیو هم صحبت کردم گفتم که نورسنجی که خود دوربین داره همراه با خطا هستش و ما باید بر مبنای هیستوگرام این کار انجام بدیم الان چیزی که داریم تقریبا درست البته مقدار باید بریم به سمت فضاهای تاریکتر الان هیستوگرام اصلاح شد و این کاملا درسته نوسنجی داره به ما میگه که یه یک استاپ و سه دهم ده استاپ شما نورت کم هستش اصلا کاری باهاش ندارم اما بریم سراغ این قضیه خب ما داریم اینجا نورسنجی انجام رو انجام میدیم و سرعت هم یک سوم هستش و خب عکسی هم که میگیریم عکس کاملا درست و نرمالی هستش بذارید عکس رو با هم ثبت بکنیم این عکس اولمون ببینیم با هم این عکس کاملا استاندارد و درسته اما یه زمانی هستش که ما میخوایم با دست از این محصول عکاسی بکنیم و پای دوربین نداریم اما دوربین ها روی پای دوربین هستش و سرعت من بر مبنای حالا اون تعریفی که شده که خب وقتی که دوربین رو دستمون میگیریم باید حتما سرعت رو عددهای های یک دیویستون باشه که اگه دستمون لرزید تصویرمون کاملا فریز باشه من سرعت شاتل رو میبرم روی عدد یک دیویستم، ببینید این یک دی بیستون. عکس هم ثبت میکنم که اینم داشته باشیم عکسی هستش که کاملا تاریکه و هیچی توش معلوم نیستش درسته؟ اما بریم سراغ آس او خب گفتیم که جزء سیستم نورسنجی دوربین ما هستش یا همون مثلث نورسنجی ما هستش و عکس هم که الان تاریک شده میخوام ISO رو افزایش بدم با ISO هم افزایش میدیم و یک عکس با ISO آی بالاتر ثبت میکنیم مثلا فکر میکنم با و 3200 درست باشه ببینیم نه باید بریم باز بالاتر 4000 بازم باید بریم بالاتر 5000 محاسبات اینم که قبلا صحبت کردم در ویدیو قبلی کاملا توضیح دادم که فاصله بین اینها چی هستش و استاپ های برابر چی هستن خب سورا شاتر 1 داریم دیافراگم 10 داریم و 5 5000 داریم و عکسمون هم ثبت کنیم. الان تو ذهنتون 100 درصد میاد که خب این عکس پر از نویز هستش بله درسته پر از نویز هستش چون که از 5 5000 داریم استفاده میکنیم پلی بکنیم ببینیم دقیقا پر از نویز هستش و این عکس رو ثبت کردیم سه تا عکس داریم ببینید اینجوری بهتون نشون بدم یه دونه عکس سرعت شاتر یک دیویستوم دیافراگم ده و ISO او پنج هزار یه دونه عکس که کاملا هم داره به ما پیام میده که آقا تاریک تاریک سرعت شاتر یک دیویستوم دیافراگم ده و ISO او صد و یه عکس هم داریم که در اصل سرعت شاتر یک سوم دیافراگم ده و آس او صد هستش خب این دو تا عکس رو گرفتیم به خاطر اینکه گفتیم شرایطی هستیم که باید سرعت از ما روی یک دیویستون باشه خب اینجا الان تعریف این هستش که ما اومدیم آیسو او رو افزایش دادیم و مثلث نورسنجیمون کامل شده و آیسو هم جزو مثلث نورسنجی هستش اما من میخوام یه چیزی رو بهتون بگم این عکسی که تاریک هستش رو به صورت فایل خام عکاسی کردیم و وارد نفسار فوتوشاپ میشیم داخل کمر رو و اونجا بهتون نشون میدم که دقیقا این عکسی که تاریک هستش توانایی اینو داره که برابری کنه با این عکس و اونجاست که در از مسلس نورسنجی یک جورایی همه چیش معادلاتش میریزه به هم و حالا بریم در ادامه من بهتون نشون بدم یه مقدار این سنگین هستش سخت هستش ولی این یک واقعیت هستش که میتونیم بگیم که نورسنجی کاملا بر مبنای سرعت شاتر و دیافراگم هستش و ASO یک عملیات کاملا متفاوت در دوربین های دیجیتاله با من بیاید داخل استودیو بریم سراغ کامپیوترمون و این عکسمونو تو پلاگین کمرای بررسی داشته باشیم خب سه عکس گرفتیم و این سه عکس رو میخوام تو نرم‌افزار فتوشاپ براتون باز بکنم و اینجا یه چیز خیلی مهمی رو میخوام بهتون ثابت بکنم. وارد نرم‌افزار فتوشاپ میشیم، سه تا عکسی که گرفته شده بر مبنای فایل را هستش، هر سه تا عکس رو من داخل نرم‌افزار فتوشاپ باز میکنم که چون فایل را هستش مستقیما وارد پلاگین را میشه و از اینجا به بعد توی پلاگین کامرا میخوام یه چیزی بهتون ثابت بکنم. این سه عکس ما هستش به ترتیب عکس اولمونه که ISO 100 داریم دیافراگم 10 و سرعت شاتر یک سوم ثانیه عکس دوم عکسی هستش که با همون مشخصات ولی طبق همون تعریفی که داشتیم گفتیم که میخوایم با سرعت شاتر یک دیویستوم ثانیه عکاسی بکنیم که دقیقا هم همون کاری کردیم ISO 100 داریم دیافراگم 10 داریم و سرعت شاتر یک دیویستوم که یک عکس کاملا تاریکه ولی تاریک نیست الان بهتون نشون میدم و عکس بعدی هم عکسی هستش که اومدیم با ASO 5000 عکاسی کردیم اینجا مشخصاتش کاملا شما میتونید ببینید ASO 5000 دیافراگم ده و سرعت شاتر 1 200 خب یک عکسی هستش که کاملا پر نویز اینجوری میتونم بهتون نشون بدم یعنی رو 100 درصدش که میریم این همه نویز داریم اما نکته اینجاست و اینجا میخوام بهتون ثابت بکنم که در دوربین های دیجیتال افزایش ISO یک عملیات در اصل نرم افزاری هستش و هیچ ارتباطی با نورسنجی یا همون مترینگ ما نداره توی دوربین های دیجیتال دیافراگ و شاتر به عنوان یک دست فرایند فیزیکال فیزیکی در دوربین اتفاق میفته دیافراگم میتونیم باز و بسته بکنیم به صورت فیزیکی باز و بسته میشه سرعت شاتر رو میتونیم تغییر بدیم بر مبنای اینکه مدت زمان گرفتن نور تغییر میکنه و همه اینا به صورت فیزیکی هستند و در دوربین به صورت واقعی اتفاق میفتن اما ASO یک فرایند دیجیتال هستش یعنی چی یعنی وقتی که ASO رو افزایش میدیم دست داریم به دوربین این فرمانو میدیم که سعی کن با استفاده از قدرت پیکسل هات و نرم افزاری که وجود داره پردازشی که توی حالا اون سی پی دوربین وجود داره عکس من رو روشن بکن شاید الان براتون سوال پیش بیاد که آخه چیجوری ممکنه همچین اتفاقی بیفته حالا همین کار رو من با استفاده از نرم افزار حالا فتوشاپ و پلاگین رو براتون انجام میدم یعنی این گزینه رو تو ذهنتون داشته باشید کاری که دوربین انجام میده رو میخوایم به صورت دستی با نرم افزار انجام بدیم خب یه مقدار ممکنه متفاوت باشه ولی یعنی اصولی هم نیستش ولی میخوام براتون ثابت بکنم که کاری که اینجا انجام میدید هم داخل دوربینم هم دقیقا همین اتفاق میفته و بهتون ثابت میکنم که ASO در اصل یک فرایند دیجیتال و نرم افزاری در دوربین های دیجیتال اون هستش خب عکس اون انتخاب میکنیم و کاملا تاریکه هم, هم, میگن که الان هیچ چیزی ثبت نشده ولی من کاری که انجام میدم این هستش که میرم سراغ کرز و اولین کاری که انجام میدم اینه که کرز رو به سمت بالا هدایت میکنم یه چیزایی داره ظاهر میشه برمیگردیم تو بخش لایت و از قدرت اکسپوژر استفاده میکنم و اکسپوژر رو افزایش میدم برگشت تاریک بود ولی همه چی برگشت یه مقدار شدارم افزایش میدم این تا اینجا ببینید دو تا عکس رو بغل هم میتونید ببینید الان این عکسی هستش که خود دوربین با ISO او 5000 عکاسی کرده و ثبت کرده و اینم عکسی هستش که الان با دارم با استفاده از نرم افزار این کار رو انجام میدم شبیه همین. یه کوچولو اختلافایی دارن این وسط اما ادامه میدیم بلک رو یه مقدار میبندم تیره تر میکنم که نیا کنید داریم برابر میشه حتی اینجا یه مقدار رفته به سمت خاکستری زیاد شد سعی میکنم که شبیه در بیارم که کاملا شما متوجه بشید این تا اینجا میرم در بخش در از دیتیل و از توانایی نویز ریداکشن استفاده میکنم نویز ها رو کم میکنم میریم جلوتر ببینید این عکسی هستش که یعنی الان روشن شده و این هم عکسی هستش که دوربین ثبت کرده اختلاف کاملا اینجا میتونید ببینید یه مقدار اینجا درست وایت بالانس رو تغییر کرده خب این هم مشکل نداره میدیم در بخش کالر و یه مقدار وایت بالانس رو تغییر میدیم که نزدیک بشه تقریبا شد یه مقدار بیشتر اوکی نویس های رنگی اینجا کاملا مشخصه برمیگردم در بخش دیتیل و در قسمتی که میتونم نویز های رنگی رو حذف بکنم این کار انجام میدم تا انتها میرم این آداد دیتیلش هم تغییر میدم این از این قسمت برمیگردیم از هر دوتا رو برگردونم عقب خب این شد فرقمون یه مقدار هنوز توی اون وایت بالانس مشکل داریم بیاید وایت بالانس هم بازی خود درستش بکنیم یه مقدار باید زردتر باشه یه جوری منطقی تره دقیقا همون نخواهد شد ولی فقط میخوام بهتون نشون بدم که دوربین داره چه کاری انجام میده وقتی که آس او رو افزایش میده خب این از این برمیگردم در قسمت کرز و اینجا یک مقدار هایلایت ها رو کم میکنم دارک کم یه مقدار میبندم و لایت رو افزایش میدم تا انتها میبرمش یه مقدارم شدو رو افزایش میدم برمیگردم تا قسمت کالر و از توانایی وایبرانس استفاده میکنم وایبرانس این رو کم میکنم همینطور سچوریشن هم کم میکنم ببینید چقدر نزدیک شدیم یعنی الان فقط اختلاف اون توی رنگ هستش و از نظر توان نوری برابر هستیم و اینجا میخوام اینو بهتون ثابت بکنم که دوربین داره به صورت نرم افزاری عکس ما رو روشن میکنه و ISO در اصل یک نرم افزاره به هیستوگرام دقت کنید رنگ ها رو میبینید و توان های نوری هم اینجا میشه محاسبه کرد عکسی که من با دوربین گرفتم این عکس هستش اینجا رو ببینید ISO 5000 داریم و این عکس هم عکسی هستش که ISO 100 هستش تاریک ثبت شد و من با نرم روشنش کردم هیستوگرام ها رو ببینید در یک منطقه هستن یک مقدار فقط در از اون لول رنگ ها با هم متفاوته که اونم یه مقدار وقت بذارم دقیقا میتونم برابرش بکنم نظرتون چیه؟ دقیقا میخواستم به همین نکته برسم که ISO در دوربین های دیجیتال یک فرایند دیجیتال هستش و به عنوان یک در از اص... عنصر اصلی در نوسنجی دوربین ما اصلا کاربرد نداره چرا در لحظه ما میتونیم از ISO استفاده بکنیم و عکس اون رو ثبت بکنیم ولی همون عکس بدون افزایش ISO میتونه تو نرم هم تبدیل به یک عکس کاملا درست و اصولی بشه پس بنابراین میخوایم نورسنجی بکنیم تنها چیزهایی که باید بهش دقت بکنیم یک سرعت شاتر هستش دو دیافراگم هستش و سه اینکه دوربین ما بر مبنای چه مد نورسنجی داره این کار رو انجام میده و این میشه ساختار اصلی نورسنجی در دوربین های دیجیتال دقت کنید دارم میام در دوربین های دیجیتال حالا مثلث نورسنجی از کجا اومده این نکته گفتم در انتهای ویدیو میخوام بهتون بگم در از مثلث نورسنجی مربوط میشه به دوربین های فوتوشیمی یا هم آنالوگ معروف به آنالوگ دوربین هایی که با فیلم های نگاتیو کار میکردن اونجا میتونستیم بگیم که ISO که معادلش حالا اسمش میشه در از ASA در فیلم هایی که برای دوربین های آنالوگ بودش ما میگفتیم ASA مثلا ASA 1000 ASA 500 ASA 100 ASA 100. 100 اینجوری خیلی بهتر میشه تلفظش کرد مربوط به دوربین های آنالوگ بود ASA در دوربین های دیجیتال تبدیل شد به ASO او. حالا اون فرایندی که استاندارد سازی شده در دوربین های دیجیتال اما توی دوربین های آنالوگ یا ساختار عکاسی فوتوشیمی بهتر بگیم فوتوشیمی درستش فوتوشیمی هستش چرا چون فرایند تبدیل عکس یا ظاهر شدن عکس بر مبنای داروهای شیمیایی بوده و یک فرایند شیمیایی بوده پس فوتوشیمی در اصل مثلث نورسنجی داشته که یک طرفش سرعت شاتر بوده یک طرفش دیافراگ بوده و یک طرفش هم ASA بوده نه ASO که هر سه تا به صورت فیزیکی در فرایند عکاسی استفاده میشن یا میتونیم بگیم که در فرایند نورسنجی عکاسی میشدن خب دیافراگم شاتر که کاملا مشخصه که چه کاری انجام میدن اما اونجا چون ما فیلم داشتیم و فیلم ها بر مبنای بلورهای نقره طراحی شده بودند تعریفشون اینجوری بود که هرچقدر بلورهای نقره درشتر می جذب نور بیشتری داشتن میگفتن ASI آی بالاتر عکاس میتونه تو فضاهای تاریکتر راحتتر عکاسی بکنه و هرچقدر که بلورهای نقره کوچیکتر میشدن ریستر میشدن نور کمتری میگرفتن و خب اونجا می که این فیلم با ASI آی صد هستش که توی فضای باز جایی که پر نور هستش میتونستیم از این فیلم استفاده بکنیم و عکاسی بکنیم. پس بنابراین مثلث نورسنجی بیشتر در رابطه با دوربین های فوتوشیمی هستش تا دو دوربین های دیجیتال و در دوربین های دیجیتال مثلث نورسنجی وجود نداره ما عناصر نورسنجی داریم که میشه دیافراگم شاتر و مودهای نورسنجی که حالا همه اینا باز تغییر میکنه اینکه لنزمون چی هستش فاصله کانونی مون چی هستش و خیلی چیزهای دیگه دیجیتال شده و دنیای بسیار بزرگی داره عکاسی فوتوشیمی یه عکاسی خیلی کوچیک چارچوبی و زیبا بود چون همه باید بر مبنای یک قوانین میرفتن جلو ولی در دنیای دیجیتال همه چی شکست و یه مقدار ساختار یا اون شکل عکاسی کاملا متفاوت شده شد. این نکته رو میخواستم بهتون بگم تو ذهنتون داشته باشید از این وقت جایی هم صحبت کردید با دوستاتون حتما به این قضیه اشاره بکنید که مثلث نورسنجی برای دوران دوربین های فوتوشیمی هستش یا عکاسی فوتوشیمی هستش و اونجا ASA بوده و در دوربین های دیجیتال چیزی به اسم مثلث نوسنجی وجود نداره و همه چی بر مبنای همین توضیحاتی هستش که بهتون دادم نمیدونم نظرتون در رابطه با این قضیه چی هستش خیلی دوست دارم که شما هم در رابطه با این قضیه بر من بنویسید و بگید که واقعا چیزی که بهتون نشون دادم درست هستش یا نه حتما هم یک بار به نظر من امتحان بکنید خیلی ساده است همین کاری که من انجام دادم داخل خونه میتونید انجام بدید خیلی مخلصی مرسی که داخل از ویدیو همراه من بودید خیلی دوست دارم ساختار ویدیو هم از به این شکل باشه که به مواردی اشاره بکنم که جایی گفته نشده و نمیدونم در یوتیوب فارسی کسی به این قضیه اشاره کرده یا نه ولی در یوتیوب انگلیسی خیلی از حالا اساتید عکاسی بودن که به این قضیه اشاره کردن و گفتن که باید اصلاح بشه متشکرم از شما مثل همیشه نکو شیشه هم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ دلتون شاد باشه و لبتون خندون تا ویدیوی بعدی و تا درود دیگر بتروت